دردی مجدد عزیزان من امیر هستم مدرس زبان انگلیسی و خیلی خیلی خوشحالم که با یکی دیگر از مجموعه های گرامر نیوز در خدمتتونم بچه ها فقط تمرین فراموشتون نشه بریم که سریع درس رو شروع بکنیم در انتهای ویدیو توضیحات تکمیلی رو خدمتتون عرض میکنم خب عزیزان درس سی و دوم هستیم و این درس راجبه به شد هست شد بچه ها شد اولش باید توضیح بهتون بدم که باید معنی میشه اما اون بایدی که شما فکر میکنید نیست ببینید کلا ما وقتی شد میگیم یعنی بهتره که این کار رو بکنی مثل این میمونه که مثلا شما داری صرفه میکنی یا میگی سرم درد میکنه زیاد احساس خطری نمیکنی خب یه نفر بهت میگه یه should go to the یعنی تو باید بری دکتر خب حالا این دیگه هفتیر دم شقیقتون نذاشته که تو باید این کار رو انجام بدی گفته بهتره بری دکتر که مثلا نگرانیه برطرف بشه خب اینجا رو دقت بکنید یه شدند watch تیوی so مچ یعنی بهتره که انقدر تلویزیون نگاه نکنی یا نباید انقدر تلویزیون ببینی به صلاحت نیست یه همچین حالتی میشه ساختار اولیه چیه؟ should plus infinitive infinitive رو که دیگه الان میدونید چیه بعد از این همه درس should do should watch پس فعل بعد از should هیچ تغییری نمیکنه همونطور که بهتون گفتم should جز مودال هاست مدال ها چیا بودن can will would اینا خب could همه اینا میشه مودال must have to و فعل بعدشون هیچ تغییری نمیکنه حتی اگر مثلا میگم شما قبل از اون فعله یه سوم شخص رو باشید باشی اینجا رو دقت بکنید هی مثلا شود stop یا حالا she should watch اوکی پس ما watches یا مثلا حالا goes اینجوریش نمی کنیم به حالت سوم شخصش نمیکنیم و اگر هم خواستید منفیش بکنید که بگید مثلا به صلاحت نیست بهتری که این کار انجام نشه نباید که بایدش پنجاه درصدیه بهتر از shouldn't یا should not استفاده بشه خب بریم پارت دوم چی گفته بچه ها؟ you should do something یعنی تو بهتره که کار رو انجام بدی این یعنی چی؟ it is a good thing to do okay? or It is the right thing to do. یعنی بهتری که این کار رو بکنی، این کار رو انجام بدی. درستی که این کار رو انجام بدی. مثلا Tom doesn't study enough. تام به اندازه کافی مطالعه نمی کنه. He should study harder. بهتری که سختتر یا بیشتر مطالعه بکنه. It's a good film. فیلم خوبیه. You should go and see it. باید بری و ببینیش. یا بهتره که بری و ببینیش دیگه بهتون توضیح دادم منظورمون اینجا از باید چیه When you play tennis You should always watch the ball وقتی تنیس بازی میکنی همیشه باید نگاهت به توپ باشه بچه ها watch کلا میشه نگاه کردن به چیزی که متغیره به خاطر همین مثلا ما تلویزیون نگاه کردن و میگیم watch TV پس چون توپ هم متغیر هست ما چکار میکنیم واچ به کار میبریم این هم از این پارت پارت سی You shouldn't do something نباید یک کار رو انجام بدید برعکس اینجا It is not a good thing to do یعنی انجام دادنش کار خوبی نیست Shouldn't همون should not هست Tom shouldn't go to bed so late میگه که تام به صلاحش نیست یا مثلا بهتره که دیر به رخت خواب نره به تخت نره یا نباید این کارو بکنه من توی نبایدش گفتم خیلی قوی نیست پنجاه درصدی You watch TV all the time شما همیشه تلویزیون تماشا میکنی You shouldn't watch TV so much یعنی نباید زیاد تلویزیون تماشا بکنی یا بهتری که این کار انجام نشه به صلاحت نیست یه همچه حالتی Part D. We often say I think should. یعنی ما اغلب میگیم من فکر میکنم حالا یه should در ادامش میاریم مثلا Do you think I should buy this hat? میگی که فکر میکنی آیا من باید بخرم این کلاه رو یا بهتره که بخرم I think حالا should در ادامه I think Lisa should buy some new clothes. یعنی من فکر میکنم که لیسا بهتره که یا باید لباس های جدید بخره. یه چند تا لباس جدید بگیره. مقداری لباس جدید بگیره. I think it is a good idea. من فکر میکنم که ایده خوبیه. Okay? فکر خوبیه. It's late. یعنی دیر شده. I think I should go home now. یعنی من کنم که الان باید برم خونه بهتری که برم خونه Shall I buy this coat؟ یعنی آیا این کت رو بخرم؟ Yes, I think you should میگه بله من فکر میکنم به صلاحت یا باید بخری گفتم دیگه بایدش پنجا درصدی حالا برعکس I don't think یعنی من اینجوری فکر نمی کنم okay? I don't think you should work so hard یعنی من فکر نمی کنم به صلاحت باشه یا باید سخت کار کنی یا انقدر زیاد کار کنی I don't think it is a good idea یعنی من فکر نمی کنم که فکر خوبی باشه ایده خوبی باشه I don't think we should go yet یعنی من فکر نمی کنم که ما باید بریم هنوز okay? It's too early یعنی خیلی زوده Do you think حالا یه شود داریم آیا فکر میکنی که مثلا حالا این کار رو بکنیم این کار نکنیم Do you think I should buy this hat؟ یعنی آیا فکر میکنی من باید این کلاه رو بخرم؟ What time do you think we should go home؟ یه چه تایمی چه ساعتی فکر میکنی که ما بهتره بریم خونه یا باید بریم خونه حالا بچه اینجا یه نکته مهم رو کتاب براتون مطرح کرده ماست از بچه most دیستا stronger than should این خیلی مهمه یعنی must قوی تر از should نزدیک به صده اما should پنجاییه it's a good film you should go and see it یکی فیلم خوبیه تو باید بری ببینی دیگه بهتره بری ببینی it's a fantastic film یعنی فیلم خیلی جالبیه you must go and see it یعنی باید بری ببینی اینجا دیگه قشنگ باید یعنی در حد پیشنهاد نیست میگه باید بری ببینی و پارت آخر پارت F Another way to say should is ought to بچه دقت کنین out to نیست ought to هست آ ought to It's a good film You ought to go and see it You should go خب. ببینید بچه ها او تو و شود با همدیگه برابرن فقط یک کوچولو او تو غیر رسمی تره وگرنه با همدیگه معانیشون برابره پس شما به جای شود از او تو هم میتونید استفاده بکنید میگه که فیلم خوبیه بهتره بری و ببینیش I think Lisa ought to buy some new clothes. Lisa should buy. Okay? با این همین معنی رو داره من کنم که لیسا بهتره یا باید بره چند تا لباس جدید بگیره شد دقیقا با اوتو برابر خب عزیزان این از درس امروز تمرین فراموش نشه ویدئوهای پیشنهادی را حتما ببینید بچه ها فقط یه چیزی رو بهش توجه داشته باشید ما برای صحبت کردن به گرامر نیاز داریم اینکه شما فکرشو بکنید که خب من یه جورایی این گرامر نخونده بتونم این کار را انجام بدم کارتون سختتر میشه مثلا من به شما یاد میدم که I have done من این کار رو انجام دادم خب حالا اگر شما بخواید بگید من این فیلم را دیدم این ساختار را اگر بلد باشید سریع دوباره میسازیدش خب ولی چون بلد نیستید چون اون جمله رو حفظ کردید دیگه نمیتونید ساختار جدید رو بسازید باید هزار تا از اون جمله حفظ بکنید تا یواش یواش به ذهنتون خطور بکنه که آره این شکلی هم میشه جمله ساخت میدونید چی میگم به خاطر همین مسئله گرامر یکی از مهمترین رکنها برای رایتینگ نویسیتون و صحبت کردنتون به زبان انگلیسی تا ویدیوهای دیگر بدرود